کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامو برای تغییر مغزا که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت زندگی معمولی برای کودک زبالگرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی خوش آمدید استادش 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 خوش آمدید زندگی آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی زندگی آزادی جنجیان آزادی جنجیان آزادی بر مردمان آزادی که همکنون در ایران با رشادت و از خودگذشتگی در مقابل ظلم و ستم هیئت حاکمه ایستادند. درود بر شما و همه کسانی که در سرتاسر دنیا در حمایت از مبارزان این جنبش آزادی بخش یک دل و متحد اقدام به برگزاری تجمعات انقلابی نموده و ضمن اعلام همبستگی سوای مظلومیت این ملت ستمدیده را به گوش مردم دنیا می‌رساند. با خاتمه قرون وسطای ایران و با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد لازم است همه افکار کنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد از نو چاره اندیشی نمود. در اینجا به مقدمه از پیشنویس اعلامیه یا مانیفست رنسانس ایران آزاد اشاره می شود تا پس از تعیین شورای منتخبین و معتمدین ملت و برگزاری رفراندوم سراسری کشور مورد بررسی و تعمق بیشتری قرار بگیرد. پیشنویس اعلامیه یا مانیفست رنسانس ایران آزاد اصل یک نفی هر گونه فرددواری سیاسی و حکومتداری و سلطه بر دیگران توضیحی که حکومت انسان بر انسان باطل است. در این رابطه هیچ انسانی نسبت به دیگران برتری ندارد. از این رو ملت باید حاکم بر سرنوشت خود باشد. در این راستا عوامل اداری کشور فقط مستخدمین ملت هستند که از بین متخصصین و افراد شایسته انتخاب و به استخدام ملت در آمده و یا در صورت لزوم از کار برکنار می شوند. این مستخدمین نباید هیچ گونه تسلطی بر جان و مال و ناموس مردم داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته و شاخه‌ای به تخصص ویژه آن بستگی دارد که ملت باید شایسته ترین ها را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار بگمارند.
در حقیقت همه اداره کنندگان امور مختلف مردم مستخدمین ملت محسوب می شوند. این عده هیچ گونه برتری و حاکمیتی نسبت به هیچ یک از آحاد ملت را ندارند و در این رابطه نیز از بکار بردن هر گونه القابی که القا کننده صاحب قدرت بودن مستخدمین ملت باشد، مانند وزیر و غیره، خودداری می‌گردد. اصل دو، جدایی هر گونه ایدئولوژی از سیاست و اداره مملکت. توضیح این که هیچ گونه ایدئولوژی نباید از سیاست و اداره مملکت نقشی داشته باشد، هم از مذهبی، ماتریالیستی و غیره. ایدئولوژی موضوع خصوصی است، کاملا فردی، که قابلیت تعمیم به عام را ندارد. در نتیجه نمیتواند یک ملت با ایده های مختلف را پوشش دهد. تحمیل یک ایدئولوژی همیشه در طول تاریخ منجر به دیکتاتوری و توسل به زور علیه ملت شده که در سایه آن همواره همه نوع ظلم و جنایتی توجیه شده است. اصل سه، استقلال تصمیم گیری و حق انتخاب هر نسل. توضیح این که هر نسل باید تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشد و هیچ نسلی حق تصمیم گیری برای نسل‌های بعدی را ندارد. بنابراین اعتبار هر تصمیمی برای اداره کشور و انتخاب مدیران فقط 4 سال و این مدت با مراجعه به آراء عمومی زیر نظر شورای مربوطه حد اکثر 8 سال بوده. پس از آن میبایستی بازنگری و در صورت لزوم تغییرات ضروری منظور شود. اصل 4، اصالت حقوق بشر. پایه همه تصمیم گیری و قانونگذاری ها بر مبنای رعایت حقوق بشر می باشد. از جمله همه انسان ها و از جمله هر ایرانی صرف نظر از جنسیت، دین، مذهب و آیین و مرام و اعتقادات و غیره از حقوق مساوی برخوردارند. همه قوانین در جهت تامین حقوق بشر برای آحاد مختلف مردم ایران می باشد که در آن میان آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب دین، آیین، شیوه فکری و اعتقادات می باشد. در ضمن هر ایرانی دارای یک رأی بوده و سهم درآمد ملی نیز یک سهم دارد، مگر با ضریبی که بستگی به منطقه سکونت فرد و میزان محرومیت منطقه‌ای دارد. همچنین بیمه عمومی حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف مردم ایران می باشد، از جمله بیمه درمانی، بیمه شغلی و از کار افتادگی، بیمه تحصیل، بیمه حوادث غیر مترقبه و غیره. اصل 5،
حق نظارت مالی کامل ملت بر مستخدمین و مدیران اجرایی کشور. همه مستخدمین ملت، مدیران اداره امور مملکت مشمول قانون از کجا آوردهی خواهند بود و همه ساله رسیدگی دقیق شورای نظارت مالی قرار می گیرد. به امید پیروزی جنبش آزادی بخش ایران.